خب دوستان عزیز، من دیدم که دو سه تا از مجریای بی بی سی مثل فرنوز قاضی زاده و خانم رعنا رحیم‌پور که با یک پیرمرد بریتانیایی ازدواج کرده و اون پیرمرد بریتانیایی در شرایطی که خانم رعنا رحیم‌پور عزیز میگه که اقتصاد ایران فروپاشیده، این پیرمرد انگلیسی که شوهر ایشونه میره ایران برای کارهای اقتصادی برای شرکتی که کار میکنن. جالب، اگه اقتصاد ایران فروپاشیده شوهر شما ایران چی کار میکنه؟ عاشقت نه. خب اینها در پلتفرم بی بی سی نمیتونن حقایقو بگن، اما بیرون از پلتفرم بی بی سی توی لایف های اینستاگرام آزادتر صحبت میکنن. این خیلی مهمه. لایف اینستاگرامی دیشب داشتن، تیم رصد ما اینا رو بررسی کرده، منتها نمیدونم کدومشون حواسش نبوده لایک داده به اینا. این قلبه چیه؟ قلبو گرفتید؟ حواستون باشه به اینا لایک ندید. گفتم رصد کنین، نه که لایک بدید، عاشقتونم. به هر حال یه لایک هم سگ خورد بهشون داده. بعد اینا نشستن در مورد واکسن انگلیسی که زدن و عوارضش که خودشون زدن، واکسن انگلیسی زدن، و گوش کنیم چیا میگن. ببین وقتی بهت میگم تو بری تو بی بی سی مجبوری چرت و پرت بگی، ولی بیرون بی بی سی یک مقدار حرفاشون درست‌تر میشه. عاشقتونم. حالا گوش کنیم با هم دیگه. بدون دلیلی خاک بر سر زیبا کلام، اونم خاک تیله، همینجوری گفتم که بخندید. خب واکسن حالش بد شد، ولی خب پدر ما رو در آورد. اونقدر که 10 برابر ما قرص زد راجع به اینکه کرونا گرفته. حالا تو از تجربه، خب این واکسن زدی که فامیلش میگه پدرم نه. حالا فرناز قاضی زاده واکسن انگلیسی زده، گوش کن فرناز چی میگه. و ترسیده، صورت فرناز هم نگاه کن، یه مقدار ناراحت، نگران سر واکسن انگلیسی چون عوارض براش داشته. گوش کنیم. واکسن بگو تا آقای دکترم بیاد. سلام به همه. من واکسن آسترازنیکا زدم، همین واکسن آکسفورد که خیلی راجعش چند وقت اخیرم شنیدن. و یه روز در واقع مثلا حدود 4-5 بعد از روز زدم، از شبشون شب یه حالت تب و لرز خیلی بدی، خیلی سخت بود. یه حالت تب و لرز داشتم. یه روز تب کرد. خب تب و لرز داشته خانم فرناز قاضی زاده. خب از و تبلیغ واکسن توی بی بی سی شدید تبلیغ واکسن آکسفورد انگلیس رو میکنن که آقا این واکسن خوبه. ببین توصیه های خامنه ای رو گوش میکردی خانم فرناز قاضی زاده؟ واکسن انگلیسی نمیزده. ببین این تو انگلیسه، واکسن انگلیسی زده، تب و لرز داشته، مشکلش الان هم میترسه. حالا یه دکتر یا دعوت میکنن تو لایوشون که اون دکتره صحبت کنه ببینیم داستان چیه. و این انقدر فرناز ترسیده هی تکرار میکنه میگه تو رو خدا عوارضی بیشتر داره، فلان داره. یه جام دکتره اعتراف میکنه قدرت پزشکی ایرانه. با هم گوش کنیم. بلند جون ما قرد یه روز تب کردن به جون ما قرد بعد من برای این قدر دو هفته مریضی قرد نزدم. آره. و هی رام رفت گفت وای اگه این واکسنش انقدر بده اگه خودشون گرفتم خدا رو بگه فرناز انقدر قرد زده اینا، انقدر ترسیده سر واکسن. خودشو نگرفتی پدر من. آره چی زدی؟ چی زدی فرناز؟ آسترازنکا زدم. آره. همین بحث این بود که همون روزایی که خیلی شلوغ شده بود که تو اروپا ممنوعش کردن و یه کشورهایی نزدن، دوباره حالا شروع کردن بزنن. بحث این بود که خب این ممکنه خون لخته بشه و فلان اینها. سوال من اینه که چه جور عوارضی رو انتظار داریم از این واکسن ها؟ یعنی چه جور ساید افکت های احتمال آفرین. ببین یه سری از اینا که خودت هم گفتی، یه سریشون ریاکشن بدن ماست، یه جسم خارجی وارد میشه تو محل. من هم خب ببینید، من نگرانی فرناز قاضی زاده رو اینجا میخوام بهتون بگم که این زده تب و لرز داره و یه دکتر دعوت کرده و واقعا حالا میخواد بدونه. چون یعنی اینا باور نمیکردن که واکسن انگلیسی اینا عوارضی داره. زده حالا بعد از زدن تازه داره تحقیق میکنه که این واکسن مشکلاتش چیه. چرا؟ چون به مشکل خورده. که اگه حرفای آقای خامنه ای رو اطمینان میکرد الان نیاز نبود که اینقدر نگران باشه. درود به شرف آقای خامنه ای که جلوی این قضیه رو گرفت. و اینا توی بی بی سی خب خیلی مسائل رو در حقیقت میان وارونه جلوه میدن چون اونجا نمیتونن، حقوق میگیرن اونجا، ولی در لایو اینستاگرام راحت تر حرف میزنن. و ببینید این دکتر که از آلمان آوردن، ببینید در مورد همین دکتر رو اینا رو میبرن در بی بی سی چرت و پرت میگن در مورد نظام پزشکی ایران، ولی در لایو اینستاگرام ببینید چجوری ثابت میکنه. با این مسئله مشکل ندارم که ایران میتونه واکسن بسازه. من اصلا با این مسئله مشکل ندارم که ایران میتونه واکسن بسازه، که به نظر من واقعا میتونه. آره من که واقعا ایران هم از نظر پزشکی خیلی پیشرفته است. عاشقتم خانم رعنا. اون دکتره میگه که ایران میتونه واکسن. آفرین.
توی بی بی سی که میگید ایران نمیتونه که. بعد رعنا رحیم پور دیدی چی گفت؟ که ایران پیشرفته است تو پزشکی. من باید یه وقتی بزنم، به قول قورباغه وقتش نشده، یه وقتی بذارم بشینم برنامه های 60 دقیقه‌ای که رعنا رحیم پور اجرا کرد و قدرت پزشکی ایران رو زیر سوال برد و در بیارم، بعد با این لایوش مقایسه کنم. وقت نداشتم این کارو بکنم، ولی مطمئنید دیدید چقدر اینا قدرت پزشکی ایران رو توی برنامه 60 دقیقه بی بی سی زیر سوال بردن. حالا رعنا رحیم پور میگه ایران قدرتش رو داره بسازه، ایران میتونه واکسن بسازه، که به نظر من واقعا میتونه. آره من واقعا ایران از نظر پزشکی خیلی پیشرفته است. ایران از نظر پزشکی خیلی پیشرفته است خانم رعنا رحیم پور، آفرین، اعتراف خوبیه. ولی چرا تو بی بی سی این اعترافو نمیکنی؟ ایران یکی از بهترین هاست تو منطقه. میگه یکی از بهترین هاست تو منطقه خانم رعنا رحیم پور. ایران یکی از بهترین هاست تو دنیا. ایران واقعا میتونه. اعترافات رعنا رحیم پور رو میبینی؟ فکم خورده افتاد، اصلا اون ور میز فکم وزه بردارم جا افتاد. تونه این کارو بکنه. مشکل من سر اون صحبت بود که میگفت من فاز 1 و 2 و 3 رو تو 3 ماه طی میکنم. مشکل من اونجاش بود که من میگفتم این امکان پذیر نیست، شما باید خیلی زیر ساخت داشته باشی. ما تو این آلمانش که این همه ادعای حالا داشته باش، اینایی که تبلیغ میکردن که همه دنیا واکسن زنن، ببین دکتر آلمانی چی میگه، اون دو تا مرجع بی بی سی هم تایید میکنن. پیشرفت اینایی که خانم سحره چی بود این یارو سحره زکریا گوش کن، خانم پرست صالحی دولبریتی های عزیز گوش کنید، شما دولبریتی قشنگ گوش کنید، شما باید خیلی زیر ساخت داشته باشید. ما تو این آلمانش که این همه ادعای پیشرفت و تکنولوژی و اقتصاد برتر و فلان و فلان و فلان داره، 4% مردم، 5% مردم بیشتر واکسینه نشدن. عاشقتونم بابا، شما چه اعترافات ناب و طلایی دارید میکنی. میگه آلمان با این همه ادعاش که صنعتی و فلان و شاخ دنیا، 4 نهایتاً الی 5% مردم واکسیناسیون شدن. وقت سلبریتی ما توی ایران میگه وای از این وقت زمانی که واکسن اختراع شده هر کی بمیره جنایت است، شهید واکسن خاک بر سرت کتاین ریاهی، شهید واکسن دادی، مهاجرانی رفته واکسن زده، آقای نصرتی کجایی که این حرفتو تو صدا و سیما زدی، خانم پرست صالحی سر زک. خفشید برادرای من، خواهرای من، خفشید. اگه شما نمیگی دنیا زدن پزشکی که، خب ببین همون پزشکیه که تو بی بی سی میشینن چرت و پرت میگن تو لایو اینستاگرام، دیدی اینجا دیگه رئیسشونه. اینا مزدور خبرنگار، فهمیدی چی شد؟ مزدور خبرنگار جانوریست همچون این عزیزانی که در کنار من دارید میبینید. مزدور خبرنگار اگر بهش پول بدی تو بی بی سی، با اینکه اعتقاد نداره به حرفی که بزنه میزنه. خانم رعنا رحیم پور بارها تو بی بی سی اعلام کرده که وضعیت پزشکی ایران وخیمه، بخاطر که پول گرفته. من در لایو اینستاگرام پول نگرفته، راستشو میگه، میگه بله ما یکی از بهترینا هستیم، عاشقتونه. اون یکی هم که میگه اصلا کسی واکسن نزده در آلمان. خب تازه با همه این، یعنی کسی مرزو 4 الی 5% 4% مردم، 5% مردم بیشتر واکسینه نشدن. تازه با همه این صحبت ها و فلان، شما میبینید توی امریکا درایو این گذاشتن و بر ترتیب مردم با ماشین میرن یه نفر. تو آلمان اینجا باید مثلا اونی که داره واکسن میزنه باید مثلا 1000 تا امتحان رو پس کرده باشه و نمیدونم فلان از این صحبت ها. و خب توی ایران خیلی صحبتشون طولانیه، من فقط میخواستم چون نیازی نیست همه رو بزنم، خیلی طولانیه و من فقط میخواستم دو سه تا چشمه رو بهتون نشون بدم که اینها مزدور خبرنگارن. مزدور خبرنگار چون اینا همه حرفایی که اینجا زدن اتفاقا درست بود، من همراه بودم. اولا خانم فرناز قاضی‌زاده که واکسن زده، دیدی چقدر ترسیده؟ بس این عوارض داره واکسن انگلیسی، ترسیده بود زده، میگه سرگیجه گرفتم، به مشکل خوردم، تشنج داشتم و و و. برید صحبتاشون رو کامل گوش کنید، لایو اینستاگرام خانم رعنا رحیم پوره، برید کامل گوش کنید. و رعنا رحیم پور اعتراف کرد بله سازمان چیز کلا پزشکی ایران پیشرفته است، و اون پسرم میگه آلمان هیچ کی هنوز به 4% که این ادعا داریم واکسن نزدن. پس در کل میرسیم به این حماقت جریان مخالف ایران، سلبریتی های دوزاری که باید خفشن.
اینها اگر در بی بی سی من و تو چرت و پرت میگن، ببین مزدور خبرنگارن، تو لایو اینستاگرام نیاز پول نگرفته راستشو میگه. این حقایق. بازم درود میفرستم به شرف عرض این یکی رو، یک بخشش رو صرفا برای هرس در آوردن جریانات دشمنان وجودی ایران که عموما وابسته به عربستان سعودی هستن، مشخصا هواداران آقای رضا پهلوی. البته هوادارش پولی از عربستان نمیگیرن چون اینا رو آدم حساب نمیکنن، ولی خب بهش اربابتون که میگیره، ولی نعمتتون آقای رضا دیبا که خوب از عربستان پول میگیره. و اینو برای شما صرفا چون هرستون در بیارم درود میفرستم و آرزوی سلامتی میکنم برای آقای خامنه ای که وایساد جلوی واکسن انگلیسی، واکسنی که الان فرناز قاضی زاده زده، به مشکل خورده و ترسیده و با این دکتر صحبت میکنه، فقط میخواد مطمئن بشه اتفاقی براش نمیافته. و حقایق هم که یک بخشش رو اینا باستاب دارن تو لایو اینستاگرام. بنابراین عزیزان تحت تاثیر مزدور خبرنگارا قرار نگیرید و به یاری هورامزدا میریم جلو تا ببینیم که خدا چی میخواد. بدرود، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدا ایران میسپارم. برنامه رو در سطح گسترده پخش کنید. بدرود.